حدوداً 6 ماه پیش با 2 تا سکه تمام من اومدم این پیکان رو خریدم برای سولمون و برای پروژه‌هایی که انجام بدیم. چی شد؟ به قیافه الانش نگاه نکنید. اون موقع که من خریدمش یه گلگیرش فقط ضربه داشت و رنگ بود. ماشین بی رنگ بود و کلاً سالم بود. راست میگه، خودش بی رنگ بود. خط و خش فقط داشت. سبک شدم. و این ویدیو قسمت آخریه که پیشمونه و باید کاراشو انجام بدیم که ببریمش اسقاطش کنیم و یه ریویو داشته باشیم از قسمت‌هایی که این پیکان کمکمون کرد تا باش ویدیو بسازیم. پس لایکش کنید و تا آخر این ویدیو بیاید. دورانی داشت. ماشین جدیدمون شد که. رانی یک. همونجا دوباره میمونیم الان. اولین کاری که باید انجام بدیم قطعا اینه که این فرمونشو به حالت فابریکی در بیاریم. یادت باشه رفتیم نوک اون کوه بنیامین. جزو اولین ویدیوهای خفنی بود که باهاش گرفتیم. کاربراش هم تنظیم نبود. ضبطش هم کار می‌کرد. ولی تا اون بالا رفت. کلاچ برو خواهم. باز نمی‌کنی. سناریو. چه جوری اومد؟ بعد. دو رفتیم بابا یک برو. ببین ماشینی که باید یواش باشی. یادت نره. پیش رسیدیم. ببین. دیری خدایش داریم خوب اینجا نمونیم سلوا برو 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 گاز برو برو گاز برو برو گاز برو برو گاز برو گاز در دهه برو حاجی همون جاده بود حاجی وایسادیم علی وایساد برو 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 نه نامسنی همه وایسادیم نه زنجیر موتور بود این گفتی؟ آره این زنجیر موتور بود اینا رو باید با مینی فرز ببریم علی یا میتونیم تکونش بریم؟ وایسا عاشق جوشکاری تم بذار بیام کمک اینا رو میخواییم آقا را شیفه بدیگر ببر خونه پروفیل سالم در آوردم جوشکارتون کی بوده؟ یارو میگو جوشکارتون کی بوده؟ گفتم خودم بچه ها ما برای اینکه اسقاطش کنیم باید سقفش رو بذاریم سر جاش تک حال بزنیم و تحویل بدیم یعنی ماشین باید سقف و ستونش سر جاش باشه اینجوری نیست که ما نصف ماشین رو نبریم خودمون مثلا چیز کنیم اسقاط کنیم بفروشیمش بعد ماشین کامل ببریم اونجا بیام کمک اگه ناراحت نمیرید یه کمکی هم به ما بده کمک هم خرابه کمک نمیتونیم بکنیم جا کنه. چقدر سر ویدیو قبلی خندیدیم. آره خیلی یعنی من رفتم الان ویدیوهاشو دیدم. ولی من دلم برای این پیکانه تنگ میشه خداییش. من ناراحت شدم که این بلا رو سرش آوردم. میتونستم این ماشین خیلی خفن ازش جمع کنم که هر روزم ازش استفاده کنم. ولی میگم تو اون لحظه ما حرکت درست انجام دادیم. حال کردی؟ درار باشه، چرخنده درار باشه. پولیکش. پولیکش. پولیکش مگه فوش نبود؟ اون خاطراتش داره جلوشش هم میره خوده خیلی با این خندیدیم آره. بچه ها یه نکته ای که داشت حالا خارج از این که ما داریم کار میکنیم با این ماشین یعنی ماشین تولید محتواه ما خیلی خوش گذشت بهمون یعنی اصلا حس کار کردن و خستگی نداشت آفتابه هم جزو ابزار ها آفتابه که جزو ابزارهای اصلی حساب میشه اصلی انسانه بیا پسرم بیا قدیمه یادت مسی بود آفتابه تو یادت نمیاد میاد نه والا ما بچه روغن نباتی هم میومدی بلندش کنی یه بار دیگه پس که سنگین میشد باز نمیشه جر خوردم چه آچارش این چیه این آره؟ ما مزدایی که داریم صندلیش خیلی داغون بود به خاطر همین صندلیش رو میخوایم این دو صندلی پیکان رو بذاریم داخلش به صندلی که از اوراقی آوردیم بذاریم داخل این گیره یه ولیش ها اینو ما برسیم بهش دو تا صندلی افتادیم جلو بعد اول آخر پول دو تا صندلی رو باید بدی آره بشکی با لباسات ست گردی ها عجب صندلی ولی اون صندلی بهتر بود منم حس می‌کنم اون بهتره خب کثیفه اون خیلی مشکلش اینه کثیفه چیه بشوریمش بیا این اینو ببریم و اونو فقط اون یکی دیگه باز نکنیم چقدر صندلی داری تو؟ صندلی پرایدی بود. لاستیک هم خیلی دارم. لاستیک. سر اول ویدیو من نفسم بند اومد. وقتی خراب می‌کردی؟ بابا کمک نمی‌کنه. وقتی خراب می‌کردی؟ الانم می‌کردی. با کردی؟ دوستا اینو بیرنگ واسه ما جاش بذار.
رفت جابیه. میخوای جوشش بدی؟ چرا تک خالش میزنم. ما این ستونش رو جوش دادیم، ستونی که بردی بودیم رو جوش دادیم، فقط یه دونه تک خال زد. از این تک خالایی که میزنم یه تکون میدی، آره محکم یه تکون میدی سر جاش وایسه. از اونها زدم، منتها یه بحثی که از طول پیکانه کم شده. نگاه کن این وسط اینجوری شکم داده. آره درا با هم دیگه نمیرسن، نگاه رو هم دیگه میافتن. باز خوبه طولش زیاد نشده. با یه پلیشی در میاد. آره با یه پلیشی زینی اون. حالا برای مرحله بعدی باید چیکار کنی؟ کاپوتو بذاری؟ نه آره کاپوتو آخر سخت. نه کاپوتو میذارم حالا. یادته رو کاپوتش آیرودینامیک درست کردی؟ آه. رفتم تو فرودگاه بعد 100 چقدر 112 13 تا پر کرد، ولی مزدای ترکوند 80 تا بیشتر اون نرفت، ولی سالم بوده. الان هر چی دارم فکر میکنم اسم رو اشتباه کردم، یعنی اگه قضیه ویدیو وسط نبود ما این کارو نمیکردیم. برگردی عقب اون آیرودینامیک تاثیر داشت. آره یه 6 کیلومتر سرعت بیشتر. 6 کیلومتر؟ آره پیکان فست بک ایده بودیم دقیقا این فورد مستانگ شده که مثلا 1960-70 بود یه شیشه انقدر اینجا داشت عقبش اینجوری صاف بود این اونا شده شبیه یک گلخونه سیار شده به سختی دارم میبینم 5000 تا رنده 4 رنده آخر این ماشینه 104 106 111 112 اوه شیت یه اتفاق بدی افتاد اسمم لاستیک داره و بعدی افتاد ولی 114 تا اسمم پر شد نگاه نکردم چی شد؟ یه اکسل سالمه و اتفاق بدی که افتاده ما لاستیک زاپاس برای این ماشین نداریم، ولی اگه ما با ورق و تشکیلات درست میکردیم شیشه مثلا جلوش میزدیم و اینا مثل تسلا سایبر تراک اصلا آیرودینامیکش 10-15 کیلومتر بیشتر میکرد سرعت کاپوتو الان نباید جا میزدیم بعد الان سخت جا بزنیم. آره سخت سقفش افتاد ندیده است. آره کف سقفش هم بهت گفتم افتاد ولی چه تمیز بود واقعا ماشین تمیز بود. سقفش هم بریدیم و آب کردیم دوش. ببین من یه مدتیه که افتادم دنبال ماشین خواستم که بخرم. خب الان فهمیدم یه پیکانه 81 که فقط یه گلگیرش رنگه یعنی چی؟ یعنی هر ماشین کلاسیکی می‌بینی یا داغونه یا شاسی‌هاش خورده یا دور رنگه یا بازسازی کامله، ولی این سالم بود ماشین فابریک بود. ولی میگم خاطرات مثلا سقف رو آب کردیم خیلی حال. آ اینا این سوراخه بود. سوراخه رو بگی بچه‌ها ببینن. سقف پیکان تونستیم ببریم و سقف پیکان در اومد. داغ آب جوشه. شلنگ تو سقفه. خار تو پامه. تا کی باید صبر کنیم خورشه؟ چه اونجوری گرفتی؟ بیا آب بخور. ما نه. داره بازی میکنه علی. دوباره که آب اومد. من که اینو فون گذاشته بودم. زندگی در شرایط سخت. وای. وای چقدر ما خنده داریم. خودم دارم خودمون رو خندم میگیره. فقط درخچه ها رو بده. چقدر هم خوش گذشت با علی. اون رو که آره علی هم اونم یه ویدیویی بود که خیلی خوش گذشت. بچه اون علی رضاه. علی رضا بهش بگیم ها. بمیرم از درجه یا فرزا. یکم کار کن. بیام نمیخوای صافش کنیم اینجاشو؟ نه دیگه اگه صافش کنیم. یا ابا. دره کنده شد. خال جوش دادم. دهنت سرویس. دره کنده شد. جوش بده اول ولی نمیذاری. بذارم اون رو زیره. بره خب رو ستونمون. نه نه. درستش میکنه. اتفاقا این باشه راحت‌تره. با این شیش. جدی میگم از بالا جوشش میدم. تک کالش میکنه. این سقفش چیزه. از ایناست که بازو واسه میشه. بلوکه. بعد دستیه. مثلا پایین. ستون این ورش بود. ستون برش کندم نداره گنگش نیست. یادت با علی اومدیم سقفشو کندیم با اون دستگاه. آره با اومد چقدر سنگین بود 50 کیلو بود دستگاه. نایس دمت گرم ماشاءالله اهرمو بعد اینجا میذاشتیم. چرا انقدر زورت زیاد علی؟ اصلا یه جوری اینو بلند میکنه انگار 2 کیلوه. الان این بریده شد؟ الان اونجا ول شد داشت علی ول این بالا ببردیم این ول شد. انتظار نشم راحت کند بشه. الان سقف بلند میشه دیگه. بیا دیگه بلند شو. بس قسمت سقفش هم بذار. حالا بریم. بذار بکشی. بیا. بذار یه روش بذار روش باشه. بلش کن دست رو بیا سریع جوشش بده. سریع بود خود جوشش بده. فسبکی شده ماشین. ما اینجا یه تک حال زدیم. مثلا اشتباه زدیم دوباره جوشش دادیم. درستش کردیم و اینا. داداش باید چیز کنی؟ نه نه اینجوری خیلی بهت فشار میاد. یه از این چوبا بذاری که اینجوری بتونی اهرم کنی. این اینجوری جمع شده ماشین. باید بریم بالا نگاه کن اینور نمیرسه. اینا رو باید درستش کنی. ماشین نشست کرده. حالا با پاور باشه.
در بره دستا بیا اینجا. توضیح داده شدی اینجا رو احرام کردیم اینجا وارد به ستون به صورت عمودی وارد شد و اینجا نرسیم ما جوش شدیم دیگه رسید نه؟ اوکی بابا همین دوتا خاجوش بخوره اون برشوه درست کنیم خیلی حال میده. سه سی سربازای رومی بهم دست میده. آفتابی که قابل شما نده. بر شما. چیکار میگن؟ چه اونجا چی میگن؟ دفع مزاج؟ همین مزاج میگن. موال؟ مزاج. رفع حاجت. اونم میگم ولی چیز دیگه میگن. مزاج حالا نمیدونم. تست مزاج. ستونای جلو درست کردیم. فقط مونده ستونای عقب رو جوش بدیم. این ستونای وسط. یعنی میگی ستون تو؟ چه کج ستونش؟ ستون که در همیشه که نباید راست باشه ستون. از اون موقع میتونه کج هم باشه. خدمت نمیدونم. اون واشرا که دیگه نمیخوره جاکی. نه اینا رو میخرن. اینا اینا رو چیز میکنن. زایاتی. زایاتی داشت داریم ماشین میبریم اسخادیا. اینا همه پوله. همینا میشه 500 هزار. این به نظر داره که این برای اینجاست. روزی که داشتی میبریدی دیدی بابا میگن روزی که رفتم بودی. الواتی؟ خب ولی شما اینا رو جوش نمیدیم. صندوق رو باز کرده و محتوا به داخل صندوق. اون روز گیر داده بود نه این سخفت میزون باشه. ما داریم میبریم. یه عده کمر درد گرفتن و هیچ. گلادیاتور معروفه در حال جوش گل بایگا جایدن دیگه اینجوری شده من فقط لبخند میزنم علی به من تیکه میندازه نمیتونم هم فیلم برداری کنم هم سناریو پیش برم تیکه به تو بندازم فیلم برداری من دارم انجام میدم و هم میخواد جوش بدیم سناریو که با منه چون اینجا غرفه‌ای میده تره باره اینجا رو داری اون تر سالن سیب زمینی و خیار و اینا گوجه این بسته اینا با من چیز کردم میوه تره بار نصرفید دارم میذارم تو کار بازسازی ماشین دوستان اینجا بی رنگ در میاد ببین 20 در 20 میشه لیسه بالاتر از اون میشه رنگ یارو نصف ماشین رو رنگ کرده نصف ماشین لیسه است لیسه است به خدا لیسه است تک خاله همش تک اومدی پینت بال با این کلاه عادی شما یادتون نمیاد یه زمانی پیکانه میخواست پرواز کنه شیفتگان پرواز را من خواهم رو گازه با جوده نمیزی بچه تصمیم برید علاوه بر اینکه تصمیم برید ماشین هم جوش افتاد میل به جاده نیست الان رفته رو آردی بودایی لاستیکا شیفه بدیم در رو جا بزنم نبرده بین مرگ و زندگی ستونش نگاه کجا فاصله داره یه ستون جا به جا شده ماشین ولی ما تکالش رو میزنیم خب بچه‌ها خودرویی که مشاهده می‌کنید کارهای صافکاری بدون رنگش انجام شده فقط الان باید بره اتاق رنگ. به خط تولید خودرو خوش اومدید. توی خط تولید بعد از اینکه سقف و در و پنجره و جوشکاری شد، قسمت چرخاست. ما باید چرخه رو جا بزنی و ماشین میره برای تست درایو و تحویل مشتری میشه. خب قسمت عقبیش کامل شد. میمونه کاپوت، کاپوتم و سپرم و این قسمتی که پاره شدم که میدونید برای کدوم قسمت اون که وسیمش به آردیو کشیدیم جر با جر شد دقیقاً. اینا مال همون قسمت هم. سنگین نبود علی؟ چرا؟ نه علی به دیوار بزنی. نه این اوکی با من. من فرمون اینوری گذاشتم خب که بیاد با. میذاشتن عقب. اگه ناراحت نمیری بفرمایید بشینید پشت آردی و ماشین عقب چشم من رفت بفرمایید بشینید خیلی آردی صدا میده کاش انقدر صدا نمیداد بشین محکم کاپوتش از من بیرنگه کاپوتش که بیرنگه کاپوتش مسلما بیرنگه هاچبک شده ماشین این انسان چیست که هر وقت کارش با یک چیزی تمام می شود آن را دور می اندازد گلچین روزگار
عجب با سلیقه است. میچیند آن بی که میچیند آن گلی که به عالم نمونه نمونه بود واقعا. بهش گفتم ما اینقدر نباید حرف بزنیم. خب بعد خودش حرف زد، تمام میام حرف زدم قطعش میکنه، میگه ما نباید حرف بزنیم. تو بزن حرف بزنم. چه قرمزی، من تا حالا اسپری قرمز نداشتم، فقط دنبال کنید قرمز شد. اگه تا الان یه نفر نمیفهمه من کل ایران میفهمم. ببین چرا چرا هایلایت شده، ببینی چش مهم بوده، دنبال کنید یکی از این چیزا هایلایت هست. میخوای رنگ کنیم رینگاشو؟ با اینا رو میخوام بفروشم. نه با میخوام بدیم بره بدش. برای اسپری کردن من این حالتو بگیرم، پای چپ عقب نه کمرت هم اینجوری باشه، اگه نه چیز میگیری کمر درد میگیری. برو آماده اگه تک استار روشن شد چرا بهم میدی علی؟ یه چیزی هم بهم بدی. که چی؟ یه ماشینمونو میارم باتری بازی کنم. نه، باتری بکنیم تک استار. خب باتری نداره خالی. که روشن میشه. چقدر بهت بدم؟ ببری. به نظر چقدر ازمون میخرن؟ 30 تومن میخرن؟ اینو فکر نکنم. 20 تومن 25 تومن میگیرن دیگه بابا. 35 تومن پول ماهانه شده. بابا سالمه موزورش. من خریدی با دو تا سکه خریدی دیگه. من خریدمش 50 تومن. 48 تومن پوند. ولی خب 50 تومن با تعویض و این داستانا شد. صدای روشن بودن ماشین رو نگاه کنین، ماشین میزون داره کار میکنه با این وضعش. اینو بهش میگم جایی نداره تو ماشین من گذاش. این تو حقیقتا خیلی تنگه، چه فرمون نرمی داره. روزای روشن خدا حافظ. این چوبه رو بذاری زیر چرخش و اینم میره. ترمز دستیه. بچه‌ها ماشینش اطمینان و استانداردی نداره، بخاطر همین از جاده خاکی من میرم کلشو. ایش سک توش. وای! خاموش شد. بوران که اگه روشن میشه. روشن میشه. ترمز دستی یادم رفت بیارم. ترمز دستی جا رو گذاشتم. برو ترمز دستی اومد. داش امین بچه زفتش فابریکی ها، میگم روشن میشه. میگم آب گرفتیم توش خراب شد ولی روشن میشد. گیربکس دیگه داره صفر میشه، هیچ چیز پاسکازی توش نبوده این مدت. آی کمرمو دردنمو چقدر سرده. بچه های آخرین دقایقیه که از این پیکان داریم میبینیم. واقعا پیکان خوبی بود، باعث شد داشدی بیاد توی سیستم به صورت محکمتر. سر این پیکانه بود دیگه، ما چیز نمیکردیم، ما با هم دیگه اگه میومد یه فیلمی از این پیکانه گفتمش بیا با هم دیگه فیلم بگیریم بهتر کنیم. سگ نیاد بخوردم. کلاج ملاج میشه اینجا همه سیف شده دیگه. به علی میگم بذار اینا رو جوش بدن، داره کنده میشه رو سرمون. میگه نه تو تک خال بزنی کافیه. نگاه کن داره کنده میشه. آی به خدا این سقفش الان میفته رو. او سقفش کنده شد. هی سقفش کنده شد. تک تو روه. هی میگمش بذار چی شدم. آی داره وای میسه. خاموش شد. خاموش شد. وای خاموش شد. این چیزا احتمالاً کنده شده. این چی بود این؟ نه سالمه. میتونیم بوکسرش کنیم علی؟ روشن می‌کنیم میره بابا. آخه الان دوباره باید چیکار کنیم؟ باید بره عقب که بتونه روشنش کنه. یا هولش میدیم همینجا روشن میشه. این سیما هم خراب شده. بابا من داشتم به بچه‌ها میگفتم، علی گفت ستون جوش نده. ستون کنده شد رو کلم. نه چیزی نمیشه. چیزی نیامو. حدت بلنده، خودش ستونه. صداش فقط. فیلممونو میگیرم میگم این ماشینه. ای داد بیداد. خاموش کرده باره. باید بوکسلش کنیم. این خیلی دیگه وضعش خرابه. همه فکر میکنم ما چپ کردیم کنار جاده. این پلاتینه دیگه کار خودشو کرد. یه دونه اگه پلاتین داشتیم ماشین چهارم کار میکرد. این پلاتین شکست. بوکسرش کنیم ببریمش. تقریبا اونجا دیگه اون ماشینا رو میبینید. اون همون جاییه که باید ببریمش برای اسفالت. کارهای کمری رو علی انجام میده معمولا. کجا ببندمش؟ یه جا ببندش بابا، هر جا دوست داری ببند. اگه اون پلاتینه رو داشتیم الان چیز می‌کردیم. با پا خودش میاد. برو. زنگ به علی بزنم میگم ترمز نگیره. من ترمز ندارم. ترمز نگیری یا؟ ترمز ندارم. لگد میزنه. اوکی اوکی. نه اونم حواسم هست. فقط گفتم یهو ترمز حواست باشه نذار. آقا علی معمولا اینجوریه وقتی مثلا باهاش صحبت می‌کنه یه حواسش پرت میشه کلا گازو ول می‌کنه مثلا الان. بیا. یه تکونم با مال. پیکان اگه برقی بود انقدر صدا میداد.
ترمز که میگیرم لگد بری به پرایده میذاره، پرایده اینجوری میشه. یو آی دستم درد گرفت، دستم یخ زد میرم. رسیدیم رسیدیم، ما را از توی پیکار میشنوید. یواش دهنت سرویس، من هیچی ندارم اینجا. یواش یواش یواش. کپسول گازا رو نیوردیم یادم رفت. سر چقدر تون میای بابا، فاصله اون یه متر بود از هم. ماشین سالمه سالمه علی. علی میگه که اینایی که اینجان سالمترن. آره اتاقاشون سالمتره ولی موتوری این سالمه علی. رادیاتو نگاه کن. چجوری دلت اومد با این ماشین؟ واقعا مرد خبیث. وقتشه که بگیم میرن ماشینا، از اونا فقط 34 تا ولاگ باقی میمونه. نه از اونا فقط پولش باقی میمونه. 34 تا من میگیریم دستش. چجوری به دسته؟ انقدر پولکی نباش. خیلی زشته کارت. ببین همینجا میخوایم تمومش کنیم ویدیو رو. خب این پلی لیست اینجا بسته میشه. یه پلی لیست دیگه فردا درست میشه. این شکلیه کارو. فردا ما میگیریم دیگه، درست میکنیم پلیلیست بعدی رو درست میکنیم. ولی خب با پیکان اینجا خدافظی میکنیم. نمیدونم چند قسمت به اون داد ولی روزی رسان خوبی بود. داشتم گفتم سر پیکان بود که بهت گفتم علی بیا با هم دیگه حرفه‌ای فیلم بگیریم. سر این ماشین بود. قدرشو بدون. تو بعد قدرشو بدونی، من دارم باهات کار میکنم. تو قدرشو بدون، من دارم باهات. تو داری با من کار میکنی. چی شد؟ آره دیگه، اینم از ماشین ما و مرسی که اومدی. زنگوله چنل رو چرا فعال نمی‌کنید؟ چرا زنگوله چنل رو فعال نمی‌کنید؟ لایکش کنید، کامنت بذارید و مرسی. انتقاد کنید، پیشنهاد کنید در مورد فیلمبرداری، در مورد تدوین این داستانا که ما خودمون رو اصلاح کنیم. همیشه فیلمبرداری که کسی نمیتونه انتقاد کنه. همه این مشکل‌ها از فیلمبرداری. فیلمبردار اگه درست بشه، همه چی درست میشه. خداحافظ. آفتابت زیاد پیدا نیست. خب بذار دوربینو ببرم بالا. سر قدم تکه زد. بایستا یه چیزی بذارم زیرش تکه نزنه. با میزنه، ولش کن. اینا همه پشت صحنه شد.